نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان استعفا داده ایشان. او کسی بود که بسیاری مشکلات امروز افغانستان را حاصل فعالیت‌های او می‌دونند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که آقای توماس وست به جای خلیلزاد مشغول به کار شده. کنار رفتن آقای خلیلزاد عکس‌العمل‌های زیادی رو به همراه داشت. آقای رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به استعفای خلیلزاد گفته که سرانجام این مرد شیاد پس از بردن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. خود آقای خلیلزاد مدعی شده که افغان ها نتونستن به جنگ 40 ساله در اون کشور پایان بدن و پیش بینی کرده پیروزی طالبا فصل آخر این جنجال در افغانستان نیست و این پیش بینی بسیار خطرناکی هم هست. اونجا گفته که در استعفانامه‌اش که مسلط شدن امارت در افغانستان باعث مشکلات زیادی شده، از جمله بحران اقتصادی، مشکل تامین ثبات، عدم احترام به حقوق بشر، به حقوق زنان و اقلیت‌ها، و گفته که مبارزه با دهشت افغانی جدی گرفته نمیشه. به هر حال امیدوارم که این آدم در کنار مسئولین دولت سابق افغانستان مثل آقای غنی، مثل آقای کرزی و دولت لاحق افغانستان یعنی سران فعلی امارت اینها محاکمه بشن. عرض شود که جناب آقای دکتر عبداللطیف پدرام که در لایوهای ما هم یک تشریف آوردن، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، در واکنش به استعفای خلیلزاد گفته که اون ماموریتش را همان گونه انجام داد که امریکا میخواست. خلیلزاد در نهایت یک مهره کثیف امریکایی بود که منافع ملی این کشور را مد نظر داشت. امروز یک خبر دیگر در مورد این عکسی بود که از آقای حمدالله محب منتشر شده بود. دو سه روز پیش عکس ایشان در ماشین، یک ماشین بنتلی بسیار گران قیمت در لندن در فضای مجازی دست به دست شد. ماشینی که شاید حدود 150 هزار پوند قیمتش بود. گفته شده بود که همراه با آقای نادری از وزرای دولت اشرف غنی در لندن ایشان دیده شده، که کسانی که باید محاکمه بشن، کسانی که به خاطر رفتار اونها خانواده‌هایی در افغانستان امروز دارن قتل عام میشن، کسانی که به خاطر رفتار اونها کارمندان عالی رتبه در افغانستان، کارمندان معمولی، سربازها، عسکرها، افسران اردو و ارتش افغانستان امروز دارن اعدام میشن، خونشون ریخته میشه، در دنیا دارن خوش میگذرونن. امیدوارم که اینها روزی به دست محکمه سپرده بشن. به هر حال آقای نادری مدعی شده این ماشین مال خودمه و شخصی خریدمش، حالا این پول شخصی رو از کجا آورده خدا میدونه و وارد بحثای اینطوری نمیشیم. بگذاریم. یک خبر عجیب دیگه، ملاقات آقای حقانی وزیر داخله یا وزیر کشور طالبان در هتل بین المللی انترکانتیننتال در کابل با خانواده های انتحاری ها بوده. دقت کردید؟ ایشان با خانواده های انتحاری ها در اون هتل ملاقات کرده و کلی تشویقشون کرده، گفته اگر خون این شهدا نبود پیروزی نبود. عجیبه، بغل گوش بسیاری از مدعیان حقوق بشر و مدعیان مبارزه با تروریسم یک وزیر امارت داره خانواده های انتحاری ها رو که باعث کشته شدن بیگناهان زیادی شدن. این انتحاری ها کی بودن؟ مشابه همونایی که در قندوز و در قندهار خودشون رو ترکوندن دیگه، اینا بودن دیگه. اینها رو اومده خانواده هاشون رو جمع کرده، ازشون تشکر کرده و تشویقشون کرده و به هر کدومشون یه قطعه زمین داده و حیرت آوره که در برخی از کشورهای همسایه داره از اینا حمایت میشه. ما در جمهوری اسلامی ایران
داریم مقاومت رو میکوبیم، میگیم اینا غرب زدن، اینا صهیونیستن، بعد این آدما رو میگیم تغییر کردن. دقت کردید؟ این آدمایی که دارن جمع میشن به خانواده انتحاری ها زمین میدن و تشویقشون میکنن تا انتحاری های جدید تربیت کنن و دارن تربیت میکنن. که همونی که آقای سیاف پرسیده بود از اینها که آیا اون کمپ های تربیت انتحاریتون ادامه داره یا تمام شده، از قراره که همچین مجمعی تشکیل دادن کمپ هاشون ادامه داره. ما کنار کی وایستادیم؟ ما اومدیم کنار کی؟ کیو داریم میگیم تغییر کرده؟ تربیت کنندگان قاتل های نمازگزار های قندوز و قندهار رو؟ امیدوارم به هر حال تجدید نظری بشه و تعاملی بکنن کسانی که هنوز این سیاست رو روی دست دارن و متوجه نیستن چه داره اتفاق میفته. برای این شهدا بزرگداشت میخواستن بگیرن. دیشب توی محله در گلشهر مشهد شمع روشن کردن، اومدن شمع‌ها رو برداشتن، پلاکارد جملات حاج قاسم رو نوشتن، میخواستن دستشون بگیرن. یه روحانی اونجا بوده با بدرفتاری میخواستن این پلاکارد رو ازشون بگیرن. یه تعداد اینا رو برداشتن بردن پاسگاه و به خاطر اینکه میخواستن برای شهدای نمازگزار شیعه قندهار یک بزرگداشتی بگیرن. اونا هم یه تشکیلات ایرانی، بچه های ایرانی گرفتن، این بچه های افغانستانی شرکت کردن. خب این افغانستانی رو میبری پاسگاه، همون برگه حضورش رو در ایران بگیری نابودش کردی. خب یعنی چی این رفتن؟ تلفن های اینا رو ازشون گرفتن. یک گروه واتساپی اینا تشکیل داده بودن، گاهی با هم صحبت میکردن، چند تا خانم بودن بحث همین مقاومت و عکس احمد مسعود. برای این خانم ها اخطار رفته که اگر ادامه بدید ما شما رو از ایران اخراج میکنیم. دقت بکنید، یک گروه واتساپی در ایران اینها جمع شدن، دارن چند تا خانم عکس احمد مسعود رو دست به دست میکردن درباره کارهایی که میتونن، کمکهایی که به مقاومت صحبت میکنن. من خودم تو گروهش بودم. برای اینا اخطاریه رفته و صداشون کردن یکی یکی به اداره مطبوعه که ادامه ندینا. آخه چه خبره؟ مگه اینها دارن علیه کی صحبت میکنن؟ کی داره این سیاست گذاری ها میکنه؟ تو رو خدا بکشین این ترمزو. بگذاریم. خیلی خبر دیگری نیست. یه تعداد زیادی از مردم مهاجرین جمع شدن، همچنان تلاش میکنن وارد تاجیکستان بشن. مهاجران نمیتونن، که خبراشو شما هم دیدید، و رزمایشی که در مرزهای تاجیکستان و افغانستان نیروهای پیمان امنیت جمعی کشورهای همسود در واقع که متحدان روسیه هستن، بسیار مانور با شکوهی در مرز تو کشور برگزار کردن که اخبارش رو دیدید. مهمان عزیز امشب ما جناب آقای محمد صالحی هستن. این آدم رو من کشفش کردم، یعنی واقعا ما یک گنج تو کشورمون داشتیم نسبت به اخبار افغانستان، به خودمون خبر نداشتیم. شکر خدا فضای مجازی شما وقتی با یک موضوعی فعالیت میکنید با آدم های متعددی روبرو میشید، با آدم هایی که بعضیاشون با وجودی که بسیار اطلاعات دارن اینها گمنام هستن. حالا من آقای صالحی رو دعوتش میکنم و در حضور خودش بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای صالحی جمع ما اضافه بشو تا من در حضور خودتون شما رو معرفی بکنم و به مخاطبینم بگم امشب ما چه مهمان عزیزی داریم. سلام آقای صالحی، خوش آمدید به جمع ما. سلام، عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما و بینندگان و همه دوستانمون توی ایران و افغانستان. زنده باشید. من این کامنت ها رو خاموش بکنم، این جلو چهره شما نیاد، حواس سفر بکنه. دوستان من، چهره که ملاحظه میکنید جناب آقای محمد صالحی هست، از هموطنان ایرانی ما. تصادفی ایشان رو پیدا کردیم. ایشان جهانگردی هست که بیشتر از 50 کشور رو در دنیا گشته است. مستقل خودش با پول جیبش میره میگرده، نه خبرنگاره نه برای مرکز خبری در داخل و خارج ایران کار میکنه. پولش رو میندازه دوشش و سفر میره. بارها بارها به افغانستان سفر کرده، بارها بارها به پنجشیر رفته، دوستان صمیمی در اونجا داره. این دفعه هم که این اتفاقات در افغانستان افتاد تصادفا در اونجا حضور داشته و مدت چندین روز رو که حالا میپرسیم دقیقش رو ازش در پنجشیر زندگی کرده
در درگیری هایی که نیروهای امارات و نیروهای مقاومت داشتن در خط مقدم جبهه حضور داشته، بیشتر از سر کنترلی آسیب هم دیده، یه دنده شکسته از ماشین پرد شده در افغانستان، تازه از بیمارستان اومده الان، چرا خیلی هم نتونه راحت حرف بزنه، اصفایی میکنه، توی وضعیت مزاحم شدیم. لازم بود یه آدمی که ناظر عینی بوده و شاهد عینی بوده یه شبی بیاد با برای ما صحبت بکنه. مطمئنم که این لایو صدها هزار بار بعدن دیده خواهد شد. قبل از اینکه شروع بکنیم، محمد صادقی عزیز، افغانستان رو ولش کن، فراموش کن، تو متولد کجا هستی؟ چی شد اصلا به فکر رفتن به کشورهای مختلف افتادی؟ چند سالته؟ یکم خودتو معرفی کن برای آدمایی که دارن میبینن. ارزم بزرگ که من متولد 1366 هستم و توی یک روستای دور افتاده در بوشهر دنیا اومدم و در حال حاضرم همونجا زندگی میکنم. اینکه با دنیای جهانگردی چجوری آشنا شدم آقای جعفریان خیلی عجیب غریبه و داستانش واقعا گفتنی و شنیدنی. من داشتم میرفتم سربازی و برای اولین بار از بوشهر خارج شده بودم به سمت تهران. به ما گفته بودم که تهران پر از گرگه، پر از نمیدونم آدم های فلانه و از این داستان ها و باید پولتو توی جیب شورتت بذاری و از این حرف ها. آره، من توی ترمینال تهران گم شده بودم و رفته بودم انزلی. بعد اما روز اول سربازی چند روز مرخصی بهم داده بودم که برگرد برو بوشهر بعد از 5 روز بیا. این زمان خیلی زمان کمی بود تا از انزلی برمیگشتم بوشهر و میرفتم تهران و باز دوباره برگشتم انزلی. توی تهران سردرگم بودم و گموگیج که یک دختر خانمی اومد کنارم نشست و که سرکار چی شده و چرا اینجوری و فلان از این حرفا. اون آدم منو با دنیای جهانگردی آشنا کرد 1386 و من از اون موقع رفتم توی سفر و جهانگردی. اما سفر افغانستان خیلی برام جالب شروع شد. یک کارگری افغانستانی داشتم توی بوشهر که این بنده خدا توی ایران دنیا اومده بود و اوضاع و اقتصاد ایران که خراب شد مجبور شد که از ایران بره، کلی پول جمع جور کرد و از ایران رفت به سمت اروپا، اتریش رسید. مدتی اتریش بود و بعد از مدتی به من پیام داد که از اتریش دیپورت شده و دیپورت شده به افغانستان. یک افغانستانی که توی ایران به دنیا اومده بود، 25 سالش بود، از توی اتریش دیپورت شده بود به کابل و این آدم اصلا نمیدونست کابل چیه، نمیدونست دنیا تو کابل چجوریه، هیچ کسی رو تو کابل نداشت. زندگی اون آدم باعث شد که من سفر برم به افغانستان واقعیتش و فکر کنم اولین بار اوایل 1396 یک سفر رفتم به افغانستان، برگشتم یک ماه اونجا بودم برگشتم و روزی که برگشتم تهران احساس میکردم یه چیزی کمه، یه چیزی اصلا سر جاش نیست، من اصلا یه چیزی اونجا جا گذاشتم، یه چیزایی به من نرسیده. رسیدم تهران، به جای اینکه برم خونه سر صبح بود مستقیم رفتم خیابون پاکستان سفارت افغانستان و دوباره ویزای افغانستان رو گرفتم. شب استراحت کردم، فرداش دوباره رفتم از مرز نیمروز وارد افغانستان شدم. چیزی که توی افغانستان خیلی آدم‌ها رو جذب میکنه و اینجوریه که شما نمیتونی از اونجا، از اون محیط نمیتونی در بیای دیگه و انگار که یک خانه دومی برات ایجاد شده. مردم حرف دارن برای گفتن، مردم قصه دارن، مردم داستان دارن. اصلا هر سر صحبتی رو که باز میکنه با یک آدم باید چندین ساعت باید حرف بزنه. مجاید سفر ما به افغانستان دیگه چند بود به پنشیر رفتی؟ پنشیر توی تمام سفرها، توی این 4-5 سفره هر بار به پنشیر رفتم، ولی خب این دفعه خیلی متفاوت بودم. این چند وقت پیش که رفتم افغانستان، یک روز رفتم پنشیر و یک خانواده از دوستان بودن، از جبهه مقاومت بودن، اونا رو خلاصه ملاقات کردم اما نتونستم بمونم، نتونستم پنشیر بمونم. برگشتم حالا بامیان و جایی دیگر رو رفتم دوباره دیدم و اومدم تا ایران. یک روز ایران بودم، دوباره برگشتم به افغانستان. همین صحبت همین پنشیری که 2 روز پیش برگشتم و دوباره برگشتم افغانستان و مستقیم رفتم پنشیر. یعنی من شب مشهد بودم و شب بعدش پنشیر بودم.
رفتم پنشیر و یک 11 روزی یا شاید بیشتر توی پنشیر بودم که حالا یه اتفاقات عجیب غریبی افتاد برای با دوستانمون از همون جبهه مقاومت که بودن و باشون هماهنگ بودم که برم به سمت اونا و مهمان خانه اونا بشم. اما وقتی رسیدم پنشیر اوایل ساعت 7-8 شب هیچ خبری از کسی نبود. پنشیرم جوریه که این چطوریه؟ تو رسیدی پنشیر و هیچ کس نیست و جا نداری ساکن بشید و فقط هم کمگورن پنشیر شده قبلستون. اینه الان اگه بخوام مثلا بگم تاریخ دقیق تو ذهنم نیست ولی مثلا 15 روز پیش 15-20 روز پیش. بله ادامه هرچی تماس گرفتم با دوستان توی پنشیر که قول داده بودن مهمون اونا باشم جوابگو نبودن، متاسفانه جوابگو نبودن و نتونستم پیداشون کنم و دیر وقت شده بود. اما دره پنشیر شما خودتون به هر حال خیلی بیشتر از من اطلاعات دارید و بچه هایی که دره بودن یک واقعا دره است. یعنی پنشیر شهر نیست، پنشیر خیلی متفاوته از اون چیزی که فکرشو میکنن مردم و در موردش حرف میزنن. وزیگاه مقاره آمر صاحب خدا بیامرز بودم و دیگه شب شده بود. هتل ها رو که طالب ها گرفتن، خیلی از خونه های مردم که مردم در رفتن و طالب ها گرفتن و جایی برای موندن. میگم اینم بگو پنشیر خیلی هتلی نداری، یکی دوتا خونه شخصی رو برداشتن. چرا باید اضافه کردن هتل که نه، اون مهمان سرا حالا مهمان خانه یا هر چیزی که هست اینا هست که اینا هم که متاسفانه دست طالب هست الان صاحباشون فرار کردن. خلاصه این که من برای بپاره آمار بسوت ساده بودم و یکم با طالب ها حرف زدم و که اینجوری و یه جنجالی شد بین ما که مجوز داری مجوز نداری فلان و منم یه برگی مجوزی بهشون نشون دادم و طالب حالا به هر حال یعنی و به قول ما بهترین طالب طالب مرده است حالا هر جای دنیا که میخواد باشه. اما این مهمون نوازی شرقی توی حتی طالب ها وجود داره متاسفانه. به دعوت کردن از من که بیا با مهمون ما باش چی همین نان امارت ها بخور و فلان و کجا میری همه جا بند است از این حرف ها. من هم هیچ جایی نداشتم برای موندن و تنها گزینه‌ای که دیدم با طالبا بودن الان برای من امتر از اینه که توی پنشیر با هیچ کسی نباشم تنها باشم و پذیرفتم که مهمان اینا باشم و یک اتاقی بود. الان در حال حاضر اون مجموعه مقبره احمد شاه مسعود کلن نظامیه، یعنی تانک های آمریکایی، روسی، فشنگا، تفنگا، نمیدونم هر چیزی که هست اونجاست. یک مقر بزرگ نظامی طالب هست. یک اتاق کوچیک هم به ما دادن که اینجا باش و به هر حال پیش ما باش و اتاق هم پر از نارنجک های زمان روس و اینا بود. ما اونجا بودیم اونجا بودیم که شب ساعت خوب میفهمم چی میگی. آره واقعا خیلی شما چون اونجا بودین خیلی راحت متوجه میشین ولی توصیف تجربه های پنشیر خیلی سخته و منم آدم توصیف کنه خوبی نیستم متاسفانه. اومدم که بدونم اینجوری شد که من دیگه گفتم که اوکی دیگه حالا نهایتش من اگه بیرون باشم توی دره باشم این طالبا که هیچ گونه هماهنگی بینشون وجود نداره که یعنی شما بگین که مثلا این خبرنگار اومده یا یه آدم معمولی یا هر چیزی اومده و کاریش نداشته باشین نیست. یعنی همون غروب جانم آقای من هنگام صحبت شما یک چیز پخش میکنم به قول بچه های تلویزیون آگاهی بازرگانی داشته که من عکسای تو رو توی پنشیر برای بیننده ها پخش میکنه که با این کلاه و پکا دارین سنده به قول افغانی سنده میگن اینا رو این سنده هایی که سنده بذاشتی چقدر خوشتیب شده اونجا. ادامه بده تو صحبت رو. خوب اینجوری شد که من شب موندم خلاصه پیش طالبا و ساعت اولوش 2 شب یک سر صدای خیلی بلندی مثلا صورت گرفت و که من از خواب پریدم. من حتی رو پول پشتیم خوابیده بودم. تا
تکی داده بودم گلو پشتم خوابیدم، سرسده شد بلند شدیم دیدم همه دارن جعبه های گنده مهمات و اون فشنگ های بزرگ چیوش میگن تفنگ های امریکایی دوشیکا و اینا رو دارن با عجله بار میزنن و میرن که برن جنگ، بله که برن جنگ. گویا ساعت هولوش دو شب یک حمله شده بود از طرف جبهه مقاومت توی ولسوالی اندراب که یک ساعت نیمی تا دو ساعتی بازرکه و اینا ساعت دو شب داشتن نیرو میفرستادن به سمت اون درمه و نیروهای هم همون نیروهایی بودن که من اونجا پیش رو خوابیده بودم. اون ساعت دو شب بلند شدم و دیدم اینجوری و اینا دارن میرن. گفتم منم بیام با اتون. گفتم که بیا ولی خطرناکه اینجوری دستم. خلاصه اینجور شد منم دیگه ریسک کردم و اون روی ماجراجویی پریدم عقب یک فورد 150 آمریکایی که اونجا جا مونده بود و عقب جا گذاشتن براشون و رفتیم به اندراب. رفتیم اندراب. من سوالات این به خاطر که فردا باز این دوستای ما منوقتی تیز نکنن ولسوالی آب دره شما تشریف بردید ادامه شو بگو. من این فیلم هایی که از این شمیلیک ها و اینا هم گذاشتی توی پیجت برخیشون نشون میدن تا که ماهد بفهمن تو در چه وضعیتی اون شب بودی. ادامه بده صحبتت. آره البته این داستانی که تعریف میکنم برای درگیری اوله و اون فیلم ها مربوط به آبدره است، مربوط به چیز آبدره است و یک درگیری دیگه توی شبای بعده. بله ادامه بده. مربوط به 20 روزه که واقعا درست نتونستم بخوابم حالا این داستان. رسیده بودیم به اندراب و درگیری سنگینی شکل گرفته بود بین طالبا و جبهه مقاومت. جبهه مقاومت همه از کوه حمله میکردن و تیراندازی میکردن اما طالبا توی کفی بودن، توی همون جاده اصلی، توی جاده اصلی بودن و نمیدونستن که باید کجا رو بزنن. از هر طرفی برای طالبا تیر میومد اما مهمات طالبا خیلی بیشتر از جبهه مقاومت بود. به همین خاطر همه کوهستان اندراب رو بسته بودن زیر خمپاره. باید میدونم اون شب کسی از جبهه مقاومت کشته شده باشه اما بعد از 4-5 ساعت درگیری که تا دم صبح ادامه داشت چند تا از طالبان کشته شدن و من اون موقع اصلا گیج بودم. من واقعا رفته بودم دوستان از جبهه مقاومت بودن ولی من الان توی جهت مخالف اون یک احساس حماقتی داشتم، یک احساس بدی داشتم که من الان اینجا وایستادم دقیقا روبروی همون آدمایی که شاید اون وقتی که جواب تلفن منو ندادن یک مأموریتی براشون پیش اومده و رفتن درگیر جنگ شدن اما من روبروشون بودم واقعا و بابتش احساس شرم دارم اما خب راهی هم وجود نداشت برام. اون شب چندین طالب کشته شد. آره جعفریان چندین طالب کشته شد و من خودم با دستای خودم کمک کردم که طالبا رو انداختن توی ماشین یک همون تویوتا فورد و آوردن بعد. ولی جسداشون از دره پنجشیر هم حتی خارج نمیشد. نمیتونم چی کارش میکردن اما جسدا از دره پنجشیر خارج نمیشد. چیزی که خیلی جالبه و بهش دقت نمی کنن آدم ها اصلا ریشه یابی این طالب ها هست، این آدم ها هست. اینا کی هستن واقعا؟ چرا؟ اصلا اینا کی هستن؟ به جز اون سران بالایی که نشستن از حالا ما کاری به اون بالایشون نداریم، اینایی که الان توی خط مقدم دارن جنگ میکنن کی هستن واقعا؟ همه آقای جعفریان جوانهای 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله و نهایت 21 ساله. من وقتی دیدم دیگه رفتم توی این طالبا حالا به هر دلیلی گفتم بذار ببینم این آدم ها کیان، اینا از کجا اومدن، اصلا کس کارشون کیه، چجوریه داستانشون. آماری که داشتم از این آدم ها مثلا شاید از 50 نفرشون پرسیدم، 50 نفر که من پرسیدم هیچ کدومشون پدر یا مادر نداشتن.
هیچ کدومشون پدر و مادر نداشتن و بین سنین 17 تا 21 ساله بودن. یعنی آدمایی که 1996 تا 2001 دنیا اومدن و همه بلا استثناء توی پاکستان بزرگ شدن، بعد این ور اون ور رفتن. 1996 تا 2001 این آدم ها چجوری به وجود اومدن؟ این آدم ها همون آدم هایی هستن که طالبا به زنا و به دخترای مردم تجاوز کردن و آدم های دنیا اومدن و الان دارن دوباره شکل میگیرن، دارن بزرگ بزرگتر میشن متاسفانه. یعنی اینها، این آدم های الان ثمره تجاوزات طالبان توی 1996 تا 2001 هستن و اینو من به جدیت میتونم بگم. شما بریم پیدا کنید این سربازهایی که الان اونجا هستن کدومشون پدر یا مادر دارن، کدومشون توی افغانستان بزرگ شدن. 90% توی پاکستان بودن، خودشون میگن نه من میگم. به سر اینکه وقتی صحبت میکنی پخش نمیشه در واقع اون چیز، بذاریم من ها وقتی پخش بکنم که صدا تا بیت شبن نمیده. تو همچون جایی بودی آقای شب، من از ساعت تقریبا 12 شب تا اذان صبح پشت یک تخت سنگ نشسته بودم و داشتم دعا میکردم که جبهه مقاومت طالبان رو نزنه، چون اگه طالبان رو بزنه منو میزنه. اصلا بعد میگفتم خدایا بزنه و یک وضعیت خیلی عجیب غریبی بود. خدا رو شکرم که تونستم سالم از اونجا بیام بیرون، چون واقعا وضعیت بدی بود و اگه من یک بلای سرم در میومد قطعا حساب کتاب من با حساب کتاب اونا نوشته میشد. اما خدا رو شکر خدا کمک کرد و من از اونجا تونستم بیام بیرون. بله و اصلا گمگور می شدیم، معلوم نیست که چه اتفاقی برات می افتاد. من اینم نشون بدم بعد از یک سوال باز می کنم. آقای صالحی عزیز، شما که حالا توی همچین جنگ عجیبی و همچین شب شگفتی ترجمه کردی، اونم از جبهه مخالف تجربه کردی، دیگه مو داده از اسنه میره، هم در دنیا، یعنی فقط اینی که میگم مختص به ایران نیست، نیویورک تایمز هم یک گزارشی زده بود که در بنچه خبری نیست و مقاومت نیست، و هم اینکه در ایران بعضی از دوستان از قبل هم میگفتن هنوز هم مدعیان که آقا خبری نیست، آنه بل کردن رفتن و درگیری نیست و نیست واقعا درگیری. اونجا چه اتفاقی افتاده؟ یه پستی هم از شما دیدم که خیلی تکان دهنده بود، اصلا علت این که من تونستم تو رو پیدا بکنم وجود اون پست بود. در واقع یه پستی گذاشته بودی درباره پدری که دو تا فرزندش اونجا در پنجشیر موقع مقاومت مقابل لشکر امارات اونها شهید شدن. من عکس رو نشون بدم، این پدری هست که پستش رو آقای صالحی گذاشته و دو تا پسرش در مقابل امارات شهید شدن در همون پنجشیر و همون روستایی که تو مسیر سرک با خود افغان ها بوده. انتهای پست نوشتی باعث تأسفه که خبرنگار ایرانی و خارجی میاد پنجشیر و میگه اینجا مقاومتی نشده. توضیح بده داری باره چه خبر بوده در پنجشیر؟ حالا تو اون روز اوائل درگیری که من متاسفانه اونجا نبودم، یعنی اوائلی که پنجشیر جنگ زیادی بود من اونجا نبودم، اما خب تعریف کردن برامون. من از بذارین قبل از این که بخوام این داستان رو بگم، از همون بحث خبرگزاری ها بگم. این عکسی که نشون دادین دوستای نزدیک منن، من تو خونه این آدما نون نمک این آدما رو خوردم و شما سر سفره افغانستانی ها نشستین و میدونین که چجور آدم هایی هستن. اگر که در بدترین وضع ممکن باشن برای شما پلو جور میکنن میزنن و من نون نمک این آدم ها رو خوردم. اما با این حال اینا توی جبهه بودن، اینا دو تا بچه هاشون عکساشون هست توی جبهه کشته شده بودن، ولی اول باری که من رسیدم و باشون سلام علیک کردم و تسلیت گفتم بهشون از این حرفا، اینجور بود که اینا میگفتن همه طالبا بد نیست. باورتون میشه؟ دو تا بچهش جلوی در خونهش کشته شده بود و طالبا الان داشتن میرفتن و میومدن، اما میگفت طالبا آدم های بدی نیستن. اینو به این منظور نمیگفت که آدم های بدی نیستن،
اون فقط داشت اینو میگفت که من شاید یک جاسوسی باشم یا اون خبرنگار شاید یک جاسوسی باشه و براش یک اتفاق بدتری بیفته و حواسش به این داستان بود که فعلا دور دور اوناست و نمیتونه بیاد وایسه توی خیابون بگه که اینا این کار کردن، اینا فلان کردن، اینا بهمان کردن. بعد از چندین ساعت اون موقع ما مثلا سر با هم شفت شدیم تا تونست حرفای دلشو بزنه. خب یک خبر ببینید، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. دوستانی که این صحبت محمد رو شنیدید، گوش کردید چی گفت؟ میگه توی برخورد اول پدری که دوتا جوانش رو تکی تکی کردن، طالبان، میگه طالبان آدم های بدی نیستن. خوبه، حالا شما یه خبرنگار ایرانی هستی، میری پنجشیر، توی عبور این پدر رو میبینی، این پدر میگه خیلی طالبان خوبه، دوتا بچه‌ش هم کشته شده. بعد میای تو تلویزیون میگه آقا اینا خیلی خوبن، خود مردم پنجشیر میگه، من چی میدم؟ و شعور اینو نداری که بفهمی آقا چرا داری این حرف رو میزنه اون پدر. شعور اینو نداری تا بفهمی وقتی که به طرف میگه آقا تو رو وادار کردن از اینجا بری، بعد کنار پسته طالبان رو اینو میپرسی. خب یارو چی بگه به تو؟ بگه نه اینا طالبان ما رو پشتن، خواهم اونجا میکشن ایک پایین تیکه تیکش میکنن. اون میگه بله کسی ما رو کش نداره، همه چی خوبه. و تو شعورت نمیرسه که این خبر نیست، اینو نه یا تو تلویزیون بگو نادام، این آدم میترسه، چون توی عمرت اولین بار رفتی افغانستان و داری برای تمام اون کشور به اخبارش نسخه میپیچی. فهمیدین چی گفت آقای صالحی؟ میگه تا چند ساعت من با پدر این آدم نشستم، قضا داده به من، میگه طالب خوب و فلان. بعد که اعتمادش جلب میشه تازه شروع میکنه حقیقت رو گفتن. خب آقای صالحی ادامه بدیم. مثلا افغانستان اینجوریه که کسی که برای اولین بار میره، مثلا وقتی اولین بار رفتم متوجه شدم و یعنی اینجوری متوجه شدم، توی یک سمینار یک کنفرانس بودم در راستای صلح با خدا بیامرز فهیم دشتی که من همین تو پنجشیر که قبرش دیدم واقعا زانوام برید. فهیمو نیم متر گودال کندن، فهیمو همینجور با لباس انداختن توی یه گودال و قبل درست سبیه این فهیم ندارن. با فهیم توی هرات یه خورده جدال لفظی داشتم سر یک صحبتی که من اولین بارم بود رفته بودم افغانستان و دعوت شده بودم به این کنفرانس صلح و متاسفانه شروع کردم به صحبت کردم که اینجوری و اینو از این حرفا، اما به فهیم یه خورده برخورد و برحال یه جدال لفظی داشتیم. ما بعدا با هم دوستای خیلی خوبی شدیم. درسی که اولین جا به من فهیم داد این بود که توی افغانستان کمتر حرف بزن و تو نمیتونی توی افغانستان زیاد حرف بزن، چون روستا به روستا، شهر به شهر، قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی آدم ها با هم فرق میکنن. افغانستان یک پارچه نیست، مردم افغانستان با هم فرق میکنن. اما خبرگزاری ها اینجوری هم که به نظر من یک پرسونال برندینگی برای خودشون واقعا انجام دادن، از آدم های مظلوم بدبخت جنگ زده افغانستان استفاده کردن و یک پرسونال برندینگی برای خودشون انجام دادن که یک نامردی واقعا. چون که کسی که برای اولین بار میره افغانستان باید به این نتیجه برسه که این زیپ دهنش رو ببنده واقعا و حرف نزنه. شما با هر کسی که توی افغانستان حرف میزنی به یک جایی میرسی، بعد میری با یکی دیگه حرف میزنی، دوباره پرت میشی یه جای دیگه. یعنی همش نقطه سر خطه و نتیجه گیری در کار نیست. نمیتونی واقعا نمیتونی. نباید این رو ذره به خودت بدی در مورد این مردم حرف بزنی. اونجا وضعیت خیلی پیچیده است. ببینید آقای صالحی مثال خوبیه. 6-7 بار رفتم افغانستان، 6-7 بار پنجشیر. هیچ کس تو ایران نمیشناسه. خط مقدم جبهه هم بوده. با هیچ تلویزیونی نیومده حرف بزنه، حکم بده که آقا اینجا اینجوریه، اونجا اونجوریه، در حالی که زندگی کرده با این مردم و
بسیاری از تجربه های اینو داره که یک صدامشون دوستان ما ندارن. خیلی از این عزیزان من بویا شما در افغانستان اونجا همزمان دیدین، خانم مشتاق و گروهی از این دوستانی که یه تیم رسانه‌ای بودن و اونجا اومده بودن، درست میگم؟ بله بله بله، این خیلی از دوستان دیدم و باور کنیم مثلا یکی از همین دوستان خبرگزاری گفت که داره یک مستندی میسازه و اولین باری که اومده افغانستان هم مستندی میسازه، حالا خبرنگار هم هست اینا. من چیزی که بهش گفتم، گفتم ببینید من از 96 تا حالا اینجا و شاید 40 ساعت شاید 100 ساعت راش دارم، بیا من راشامو بهت میدم اگه تونستی فیلمی بساز. این الان مستلزم افغانستان، مستلزم اینه که شما بارها و بارها بری افغانستان. اینو من نمیگم، اینو تاریخ میگه، اینو آقای جعفریان میگه که چندین بار رفته، اینو آقای مخملباف میگه، اینو ژیلا بن یعقوب میگه که 11 بار افغانستان رفته و تازه داره کتاب فرمانده مسعودش پخش میشه این ورا. نمیدونم، فکر کنم یکی دو سال منتشر شده، دقیق نمیدونم واقعا. یا کتاب نرگس، افسوس برای نرگس های افغانستانش، تازه بعد از 11 سال پیش تازه داره یک کتابی چاپ میشه. یا اینو آقای عبدی میگه که سالها توی افغانستان زندگی کرده، اینو هدی مولایی میگه که بارها رفته افغانستان اومده، اینو یحیی آزادی میگه که بارها باید بری و بیای، اصلا خودش میگه بیا، یهو میندازتت بیرون افغانستان و یهو میگه بیا افغانستان. و برای بار اولین، بار دومین و سومین هم شما باید واقعا سکوت کنید در مقابل این مردم. برگرد به اون قصه، خانه اون آدمی که عکسش رو بهت نشون دادم و گفتی که خیلی تحویل گرفت ما رو غذا، بعد از چند ساعت سر درد دلش باز شد. ادامه بده. من خیلی مکانها رو حس میکنم و آدم ها رو حس میکنم. به هر حال آدم های زیادی توی زندگیم دیدم و آدم های افغانستان هم بیشتر از همه جای دنیا. اون روز که نشستم تو اون خونه احساس کردم که اون خونه یه خونه عجیب غریبه و داره یه اتفاقاتی میفته، اصلا داره یه چیزی شکل میگیره، داره یه انقلاب از این خونه شکل میگیره، داره یه اتفاقاتی میفته که من احساس میکنم آدم ها دارن به هم یه چیزایی میگن ولی من متوجه نمیشم چیه، دارن یه کارهایی پشت پرده انجام میدن. نباید سر صبح ساعت 8 صبح گوشت یخنی آماده اونجا میبود، اما توی آشپزخونه رو که نگاه میکردید دنیای از گوشت یخنی وجود داشت. چرا؟ چون داشت آماده میشد برای جای دیگه. من یک دو سه ساعت اونجا بودم و خیلی حال خوبی نداشتم وقتی که تعریف میکرد دوستمو از پسراش میگفت. داستان اینجوری بود که دوتا پسر آقا آخرین آدمایی بودن که از پنشیر محافظت کردن، یعنی از بازرک، نه از پنشیر، از مرکز پنشیر، از بازرک محافظت کردن. طالبان خیلی، حالا من واقعا نمیدونم چون اطلاعات دقیق ندارم، طالبان خیلی به طور عجیبی اومدن توی پنشیر و غافلگیری کردن پنشیر رو. حالا نمیدونم در براشون باز شد، راه براشون باز شد، حالا هر اتفاقی افتاد، طالبان خیلی سریع اومدن توی پنشیر. شما وقتی برید توی پنشیر همین حالا بعد از گذشته یک ماه و نیم دو ماه میتونی اینو حس کنی. من توی به یک رستوران سر زدم که خود خانم مشتاق هم سر زده بود، رستورانی که داخلش حلقه ازدواج جمونده بود، رستورانی که داخلش دیگه غذا پر جمونده بود، رستورانی که آدم ها لباساشون رو انداخته بودن و رفته بودن، رستورانی بود که شیر آبش هنوز باز بود و این مشخص میکرد که آدم ها یک اون غافلگیر شدن و جبهه، رهبران جبهه بهشون دستور عقب نشینی دادن و اینا یکی اونجا رو خالی کردن. این دو نفر آیه ساره، این دو نفر احتمالا تلاش کردن که نیروی مهاجم رو سرگرم کنن تا بقیه فرصت عقب نشینی به رفتن به دامنه توها رو گفته باشن. دقیقاً. به هر حال پنشیر فقط بازارک نیست، بازارک شاید 10% پنشیر باشه و پنشیر از بازارک به بعد تازه شروع میشه. 70-80% مردم، بقیه مردم از بازارک به بعد دارن زندگی میکنن، یعنی جمعیت بیشتر مردم پنشیر از بازارک به بعده.
اینها این نه همین دو نفر، خیلی از آدم های دیگه هم قطعا اونجا کشته شدن. یعنی من فکر میکنم که شاید یک روزی توی پنشیر یک گور دست جمعی پیدا بشه واقعا، اما خیلی آدم های دیگه هم کشته شدن. شاید خبرات دنبال نکردی چند تا گور دست جمعی پیدا شده، حتی در گروه هایی که چندین و چند نفر، یعنی من که آمار از خبرگزاری ها میگم چقدر دقیقه نمیدونم، گروه هایی که جمعاً بالای 75 نفر رو تا به حال از این گروه های دستانی بیرون کشیدن، این گروه ها پیدا شده. آقای ساده، چرا رو دیوار پنشیر تیر نیست؟ میگم تیر ندیدن، رد تیر ندیدن، چرا توی شهر پنشیر خبری نیست؟ من خورم شهر نیست، چرا پنشیر؟ پنشیر شهر نیست آقای جعفریان، اصلا پنشیر شهر نیست، پنشیر دیوار نداره، کدوم دیوارش باید تیر باشه؟ مگه بقول خودتون، بقول وقیه آدم هایی که جنگ دنبال کردن، مگه توی سرانداز، مگه توی کردستان، مگه وقتی جنگ ایران عراق بود توی اون کوه آثار تیری مشخص بود؟ پنشیر کوه در راست، یک رودخانه طویل، یک دره طویل که تعداد خیلی خیلی کم خونه توی بازارک وجود داره، که اصلا خونه شما خونه اونو نمیبینی، احساس میکنی که یه سری مغازه فقط اونجا وجود داره، خونه خاصی نمیبینی. و با این حال هم اگه شما از همون اول ابتدای پنشیر که وارد میشید تا خود بازارک تا آرامگاه آمرصاحب، بیشتر از 50 ماشین میبینی که راکت خورده و افتاده تو خیابون، فیلم و عکساش هست، من میتونم فیلم و عکساشو حالا دوباره منتشر کنم، فیلم عکساش وجود داره. اینجوری نیست که توی پنشیر مقاومتی صورت نگرفته باشه، پنشیر آبستن حوادثه، یعنی هر شب همین الان که ما اینجا داریم صحبت میکنیم، حاضرم به جد قسم بخورم یک جای درگیریه و امکان نداره که درگیری نباشه، اما به صورت چریکی، اینجور نیست که رو در رو باشه دیگه، رو در رو تمام شد. حرف دقیق روس ها که آمدن و داخل پنشیر شدن و این که بارها صحبت میشه در تاریخ، میگن روس ها نتوانستن پنشیر را بگیرن، به همین معنی، اگر نه روس ها تا بازارک آمدن، خبرنگارای روس ها به مسکو موقع خبر دادن، گفتن پنشیر فتح شد، همه جا رو گرفتیم، بازارک رو گرفتیم، اما حالا خودشون میان و میگن که ما هیچ وقت پنشیر رو نتونستیم بگیریم، چون تا بازاره کمتر از 10-15% پنشیر، بقیه پنشیر اصلا بعد شروع میشه این دره افسانه‌ای. و ببینید به حال از افغانستان انبوهی از دره ها وجود داره، بالا سر پنشیر دره دیگری هست که اونم به همین ترتیب دره افسانه‌ای هست، اما هر زمینه کتاب هست از اون همه دره در افغانستان، نام پنشیر به شاهنامه راه پیدا میکنه. یک شب اینجا گفتم اون دره و اون مردمش مردم عادی نیستن، روسا از همون دره شکست خوردن و از کوه این مردم پایین می اومدن، اینها رو می کشتن دوباره به کوه بالا می شدن. به قول افغان ها در مریوان که بسیار درگیری بود، در سننده شما روی هیچ دیوار تیر نمی بینید، چون از کوهستان اینها می اومدن، جنگ اصولا بیرون از شهرها بود. زمینه که باز میگم به آقای اسماعیلی هم بود، در پنشیر جنگ شهری نیست و یک مشت خانه که در مسیر یک جاده قرار داره، شما نباید روی اون دنبال تخریب اون خانه ها و دنبال این که توی اون خانه ها مثل خرمشهر شاهد صحنه های آنچنانی باشید. اگر کسی در زندگیش جنگ رو تجربه کرده باشه، در جنگ ها شرکت کرده باشه، میفهمید جنگ در کفی و در صحرا و در دشت یک شکله، در کوهستان یک شکله، در جنگ هایی که در دشت ها صورت میگیره شهرها زیاد آسیب میبینن، چون شهرها خودشون سنگر میشن، در دیوارها شما موضع میگیرید، در خانه ها مستقر میشید، کمی این که در خرمشهر همین اتفاق افتاد، علت این که تونست محمد جهانی ها 35 روز مقاومت کنه، چون در کوچه پس کوچه های خرمشهر مقاومت کرد، از خونه ها به عنوان سنگر استفاده کرد. در پنشیر خانه به اون معنی نبود که اینها سنگر ازش بسازن، کوه بود، پس به کوه ها بالا شدن. در خرمشهر خونه ها آسیب دید، چون می زدن که رزمنده ای که در خانه مخفی شده بود و بتره کنن سقف خونه می ریخت، شما تیر روی دیوار می دیدید. وقتی تجربه جنگ نداشته باشی مریوان با خرمشهر مقایسه می کنی،
چون عقل جنگی نداری، اولین بار توی عمرت یک جنگ میبینی، بعدم جنگی ندیدی قبلش، فقط عکساشو دیدی، عکسای خرمشهر رو دیدی، بعد بر اساس اون برای تمام تاریخ و افغانستان و با کودکی و لجبازی حکم صادر میکنی، یک مردم رو تاریخشون رو مطالعه میکنی، یک مردم رو از ایران متنفر میکنی با رفتاره. اما متوجه نمیشه که با دو نفر که در این زمینه صاحب نظرم حرف بزنی، روی حرف پافشاری نکنی، شعور داشته باشی، بگی شاید اشتباه میکنن. بعضی از این دوستان های صالحه به ما اصرار کردن که آقا بقیه گفتن چرا جعفریان به مخالفین وقت نمیده، اینا بیان صحبت بکنن. آقا بحث مخالف و موافق نیست، دو تا چهار تا میشه، یکی میخواد بیاد بگه پنج تا من بهش وقت بدم، بعدم تمام تلویزیون ها و رسانه ها در اختیار این هاست، ما یک تلفن داریم، همون هم شبیه یک ساعت وقتیشو بدیم باز به اونها که تمام روزنامه ها و تلویزیون ها و خبرگزاری ها در اختیارشونه، این حرف عاقلانه است؟ خب در اختیار بدیم دیگه، تمام حرفاشون دارن میزنن، بفرمایید آقای صالحی. نه فقط خبرگزاری های ما و بلکه خبرگزاری های تمام دنیا به افغانستان پشت کردن، تمام دنیا به این مردم، به این مردم پشت کردن. 46 کشور دنیا که توی افغانستان فعالیت داشتن به افغانستان پشت کردن. یک عکسی از یک سرباز آمریکایی که یک نوزادی رو از روی اون دیواره پایگاه میدان هوایی میفرسته، حالا این طرف یا اون طرف که اونو نجات بده، پخش شده و شده سمبولی برای آمریکایی‌ها که ما همچین آدمایی هستیم. اما هیچ کس ننوشت که آمریکایی‌ها اون روز توی میدان هوایی، از داخل میدان هوایی نارنجک پرت میکردن در وسط مردم و مردم تیکه پاره می شدن، مردم بیگناه تیکه پاره می شدن. یکی از دوستان تعریف کرده برام که چطور آمریکایی ها نارنجک انداختن و اون آدم اونجا بود و یک آدم رهگذر که با دوچرخه داشت می رفت چطور رفت روی هوا و اینا هیچ وقت پخش نشد و اینا هیچ وقت گفته نشد. اما اون یه دونه نوزادی که فرستاده شد اون بالا و یه کار حالا انسان دوستانه هم واقعا بود، اون میشه سمبول. حالا خبرگزاری ما هم دقیقا برعکس اوناست. نمیدونم چرا اینجوری این کار رو انجام دادن، اما من احساس میکنم که و بدون رو در وسط میگم، فقط و فقط پرسنال برندینگ برای خودشون انجام دادن، هم خبرگزاری هم خبر و نون خوردن و این نون خوردن هیچ یک نون کثیف بود، چون با یک جامعه بازی شد، با یک جامعه نه بلکه با دو جامعه بازی شد، هم افغانستان هم ایران. مردم افغانستان گلمند از ایرانیا و ایرانیا گلمند از افغانستانیا و این تنش زیاد شد. ما سالها توی افغانستان سفر رفتیم، نه به عنوان خبرگزار، نه به عنوان به خبرنگار، نه به عنوان هیچ، فقط به عنوان یک گردشگر ما سفر رفتیم و تنها هدف ما این بود که نه توی افغانستان بلکه توی ایران بتونیم کمی طرز تفکر آدم ها نسبت به افغانستان رو تغییر بدیم با سفرنمایی که می نوشتیم. حالا من نمیدونم توی لایف هستن نیستن، اسم میارم ولی ازشون، خانم مولایی، یحیی آزادی و اینجور آدم هایی که سعی کردن برن و به مردم ایران، به جوانای ایرانی بگن که آقا اونجا اینجوری داستان. اما یک بار من واقعا خیلی خیلی ناراحت شدم اون موقع با این اخبارا، همه چیز از بین رفت و دوباره این تنشه به وجود اومد. مردم اونجا خستن. آقای صالحی، انشاءالله با همین تلفن دوباره این رعفت و این عشق و بین کشور ایجاد میکنیم. بزرگانی مثل شما که در زمان مناسب در جای مناسب بودن این حرف رو منتقل میکنن. یک سایتی با کمک دوستان چند نفری که مدد رسوندن داره بالا میاد که انشاءالله صدای مقاومت میشه، صدای فارسی زبانان میشه. دو سه نفری که مساعدت کردن، دوستانی که از اروپا داخل ایران، الان هم اگرچه که داریم روی شانه های ماست و شده ماشین خونمون هم بفروشیم که سوارش میشیم، ادامه میدیم این کار رو. شما هم که امثال تو میرن، مثل امثال یحیی آزادی میرن، با پول جیبشون میرن، از هیچ جایی براشون بلیط و امکان و
ویزا و اینا نمیگیرن. قبلش هم البته کسی بهشون زنگ نمیزنه که آقا اگر میخوای با ما بیای اینجوری باید حرف بزنی. نمونه این صداها رو ما پخش کردیم. میگذارم از این بحث. این که استخوان دنده ای تو شکسته و از ماشین پرد شدی در اون حول و حالا، قصه اینو برام میگو چه اتفاقی افتاد برام؟ یه ماشین گوشی تو نابود شد تو اون چپ که واقعا حسرت برای تاریخه. بگو. اون اتفاقی بود که قبلا هم برای من افتاده، یعنی همیشه توی افغانستان فایلای من ویدیوهای من یه بلای سرشون در اومده قبلا، حالا روی رسانه های دیگه پخش شده به اسم آدم های دیگه و این بار ولی دیگه کلا قرار نیست پخش بشه. چیز بود توی شتل شتل یکی بود سالی اسمش دقیق یادم نمیگیره، یکی از همون شبا درگیری بود و ما داشتیم باز دوباره با همین طالبان میرفتیم به اون سمت و من داشتم فیلم میگرفتم. پنشیرم از همون جاده اصلی که در میای دیگه همه خاکیه و همه کوه و سربالایی و سرپایینی و ایناست. همزمان هم جنگ بود هم تیراندازی بود و این ماشین داشت میرفت که مهمات و اسلحه برسونه به سنگر طالب ها. من بلند شدم که یکم فیلم بگیرم و متاسفانه این تکون خوردن ماشین و اینا باعث شد که گوشی از دستم بیفته و هر چقدر جار زدم و داد زدم که بتونم حداقل جنازه گوشی رو بگیرم ولی نموند متاسفانه ماشین و گوشی همونجا رفت. حالا تا قبل از پنشیر خوب بود، تا قبل از پنشیر بکاپ گرفته بودم و داشتم، اما بعد از تو پنشیر چون اینترنت نبود دیگه اونا متاسفانه فعلا نیستن. تا ببینم یه سری فایلا رو بچهای حالا که اونجا بودن برام اینترنت وقتی برمیگردن کابل هی میرن پنشیر با واتساپ برام میفرستن که با گوشی های اونا گرفتم. دنده چطور شکست؟ دنده حالا داستان این بود که من 6 روز با طالبا بودم و بعد از 6 روز دیگه واقعا خسته شده بودم، دیگه نمیخواستم. من چون قصدم این نبود، قصدم اون سمت داستان بود، برگشتم باشون برگشتم و اومدم کابل اومدم تا تو وسط های راه که اینترنت رو پیدا کنم یا گوشی پیدا کنم زنگی بتونم بزنم به هر حال شماره این دوستمون رو پیدا کنم دوباره از توی سامسونگ اکانت اینا. بعد نمیشده شماره رو پیدا کردم و دوباره زنگ زدم و کلی مصاحبه کردن که ما درگیر جنگ بودیم و از این حرفا و الان پنشیریم بیا پنشیر. بعد دوباره برگشتم پنشیر و این بار از اینجا به بعد با بچه های مقاومت بودم. با بچه های مقاومت بودم و بچه های مقاومت بودم و داشتیم از ماشین پیاده می شدیم. ماشین تو حرکت بود، همه می پریدن پایین می رفتن. منم که همزمان اومدم بپرم، راننده فکر کرد که تموم شده داستان و کسی نیست که دیگه بپره. منم که اومدم بپرم اون گاز ماشین رو گرفت، همزمان منم پریدم و متاسفانه خوردم رو سنگ. یک دندن فکر کنم یه شکستگی ریزی پیدا کردم. من تازه از ارتوپد برگشتم، یه شکستگی ریزی پیدا کرده که انشاءالله فکر کنم به زودی خوب بشه و نیاز به گچ و اینا نداشته باشه. تنبیه ما اینجوری شکست. اونجا طوری نشد که از کار بیافتی و نتونه ادامه بدی؟ راحت تونستی ادامه بدی یا ممکنه که به خاطر ادامه دادن این مشکل شدیدتر شده، بدتر شده؟ مشکل دنده رو میگی؟ نه، من آدم سخت‌جونی هم، به هر حال کوهنورد هستم و کلاه خیلی زیادی توی ایران و خارج از ایران رفتم. آدم سخت‌جونی هم، با درد خیلی میونه بدی ندارم. آقای صالح، یکی از بهترین شب‌های ما بود. حتما یک شب باید مفصل در اختیار در خدمت باشیم. ما 4 دقیقه دیگه اتوماتیک قطع میشیم. نکته اگر مونده بگو میشن. برای من تنها چیزی که توی افغانستان مهمه فقط مردم هم. اصلا نه طالب، نه جبهه، نه هیچ کسی دیگه برام خیلی رنگ بوی آنچنان نداره. فقط و فقط برام مردم افغانستان مهمه، اما از طالبش یا هر کسی دیگه یا هر چیز دیگه که اتفاقی افتاده و بیشتر از اون رابطه این دو کشور اهمیت خیلی زیادی برام داره.
نکته ای نیست، ولی دوست دارم که آدمایی که الان اینجا دارن این لایو رو میبینن مطالعاتشون رو نسبت به این کشور همسایه بیشتر بکنن و الان پیشنهاد نمیکنم، ولی اگه روزی روزگاری افغانستان برگشت به یک دوره بهتر و آرومتری، به کشور همسایهشون برن و ببینن و ببینن که اونجا زندگی جریان داره. همین حالا که جنگ زندگی جریان داره، ازدواج میکنن آدم ها عاشق میشن، آدم ها هم دیگر رو دوست دارن، دزدی هست، آرامی هست، همه چی هست. اونم یه کشور مثل ما، هیچ چیزی خارج از این نیست و این یک خواسته است. اگه کسایی که میشنون صدای منو تحقیقات و مطالعاتشون نسبت به افغانستان بیشتر کنن. در خدمت محمد صالحی بودیم از دوستایی در بوشهر از سرزمین فارس، گفت برای ما قصه کرد از پنچی، از افغانستان. میدونم بسیار آدم انزوا طلبی هستی، خیلی سخت میشه تو رو آورد جلوی چشم مردم و چقدر تصادفی پیدات کردیم و قبول کردیم و چقدر چونه زدیم. بهش میگم یه توضیح بده من چی بگم توی لایف که آقا ما تو رو چی معرفی کنیم. یه برو یه مسافری که رفته افغانستان، آقا باید بشناسه مخاطب تو رو. امیدوارم که یک شب دیگه مفصلتر، موجزتر و دقیقتر سیاست‌های این سرزمین رو، مواردی که به قول افغان‌ها به چشم سر خودت دیدی، چشم دید خودت بوده، اینها رو برای مردم نقل می‌کنیم. خیلی محبت کردی یاسین، شبت بخیر باشه. در بخیر باشه. شب شما بخیر. ممنونم، متشکرم. خداحافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز، ما یک دقیقه دیگه قطع می‌شیم. محبت کرد جناب آقای صالحی عزیز، با ما همراهی کرد، یک شب دیگه مفصل باهاش خواهیم بود. سایت پنچی نیوز رو به ما تحویل دادن، داریم اطلاعاتش رو پر میکنیم، اخبارش رو. اداره این سایت از حیث مالی بسیار سخت برای ما. دوستانی که مرتبط بودن، صدای ما رو شنیده بودن، سه چهار نفرشون پیام دادن، کمک هم کردن. دامنه های .com.ir.net این سایت ما خریدیم. مقاومت هیچ صدای رسمی نداره، داریم برایش صدا ایجاد میکنیم، انشاءالله بلندگو ایجاد میکنیم. اگر می توانید کمک مالی بکنید، دلخواهتون هست، یه پیام در دایرکت بدید و فقط بنویسید اسپانسر. ترجیحاً کسی رو می خواهیم که بتونه کمک اساسی بکنه، یه کسی که بتونه اسپانسر بشه در ازای تبلیغات سایت کمک بکنه. این که بخوایم از هر نفر 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 1 میلیون بگیم دیدید تا به حال حسابم اعلام نکردیم، این کارا نمی کنیم، اینا مشکلاتی داره که از توانایی ما خارج، مدیریتش انجام میشه. اما اگر کسی هست تبلیغات رو میخواد و میتونه اسپانسر بشه، ما بتونیم جایی بگیریم، بتونیم چند نفر استخدام کنیم، بالای سر این کار بگذاریم، کمک بکنید. من تنهایی واقعا دارم ده میشم و نمیتونم ادامه بدم و مقاومت هم صدایی نداره. یک سایتی که رسمی باشه، مرکزیتی داشته باشه، در گوگل در فضای عادی بتونه رنک بگیره و بالا بیاد. این شماره معکوس شروع شد، یه 15 ثانیه دیگه با قطع میشیم. اگر میتونید اسپانسر بشید، فقط بنویسید اسپانسر، من نگاه میکنم، همین الان بعد از لایو وارد میشم و باهاتون ارتباط میگیرم، کمک میکنید ان شاء الله. شبتون بخیر باشه. فردا شب